نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید جنرال دوستم دیروز هنگامی که با ساز و برگ نظامی متشکل از صدها فرد مسلح مجهز با های سبک و سنگین به دفتر معاونیت اول در کاخ صداقت رفت دولت افغانستان را آشکارا به چالش کشید او شخصا متهم به بدرفتاری جنسی با احمد شی رقیب پیشی نشست و به رغم ارسال دست کم سه جلبس های لوی سارنوالی حاضر نشده است هم و همچنان همکاری نکرده است منابع میگویند که آقای غنی از دوستم خواسته بود که تا وقتی که یک شدن پرونده شی به دفتر نرود تا حساسیت های داخلی و بین المللی کنترل شود اما جنرال دوستم ظاهرا این درخواست وی را نپذیرفت بحث حقوقی موضوع چی خواد شد حال گفته میشه که هفت بادیگارد از آقای دوستم به خاطر به و با لوی سارنوری حاضر شدند برای بحث بیشتر آقای یاسین حبیب رهبر بیداری ملی فلاح افغانستان آقای عبدالسبحان مزباه معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و آقای ادریس سانگزای رئیس جرگه ملی جوانان افغانستان به برنامه بسیار خوش آمدین بیر خیر از شما شروع میکنیم چرا دولت چونین کرد در حالی که دیروز هم مردم شهر کابل به باور بودند که شاید با این محاصره کردن خانه آقای دوستم آقای دوستم آماده میشه به خاطر پاسپورت بلوچستان با ولی بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام و شب بخیر به شما و همکاران تکنیکی شما و همچنان به مهمانان عزیز حاضر در برنامه و و بینندگان های محترم تلویزیون شما عرض شود خدمت شما که ببینید دنیای تو یک شرایط اساس از کشور ما دنیای یک وضعیت فیلی که افغانستان در چی آلت روان هست ای و اصطلاح اتهامات ناجایز ناروای پاکستان در مورد او عملات تروریستی در چند صوبیش بله. از طرف دیگر موج عملات راکتی از انا بالای مرزهای افغانستان و اه. همچنان هم نام بودن بعض ولایات و تحرکات روزافزون علاقات مسلح طالبانی و دایشی و القاعده در افغانستان و از طرف دیگه استراب ناراحتی و, نگرانی تشویش روزافزون مردم به خاطر این سرنوشتشان معلوم نیست که سرنوشت از اینا در چی یک حالت روان است ببینید در یک حالت اول خود اینمی آقای جنرال عبدالرشید دوستم کسی بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری اینمی کاندیدان ریاست جمهوری با انواع مختلف سعی می‌ورزیدن آقای عبدالرشید دوستم اینا اینا متقاعد بسازن تا به خود جلب جذب کنند ببینین دکتر عبدالله با این خود جنرال عبدالرشید دوستم و دکتر عبدالله آگه ما با یک شرط میایم از کاندیداتوریش شما امایت میکنم که وزارت دفاع را برام اما دکتر دکتر عبدالله به خاطر ملاحظاتی که در قانونی اساسی بوده و جنرال سید دوستم این این این, این, این تحصیلات در سطح لیسانس نیست گفتم درست است ما لیاقت داری می استعداد داری می ظرفیت زرف... داری اما اما چون که با نمو میارای قانونی خودت موازی نیستی اراده ایراد ایراد سر ماونین ریاست اجرایی هم وجود داره که اونا هم نه مسائل باید پورا نکردن درست نه هم ماونین ریاست ریاست اجرایی اگر اینجاست محمد خان است لیسانس است اگر استاد محقق است حتی ماستری داره از حوزه علمی قوم. یعنی رسما اونا اونا کسایی هستن خود استاد محقق یک دانشمند است این سر محمد خان کسی است که یک انجینیر است فارغ شده اونا هیچ با اون تقرری از اونا با میارای در قانون خب حال, در حال رو یک طرف قضیه میگذاریم بس میایم سر اصل مسئله او. ای که ادای از آقای شی بالای آقای دوستم است در بحث قانونیش آقای با صحبت خود کردن ولی من میخوام می رو پرسم که چرا حکومت افغانستان نتانست امو حاکمیت خود اقتدار خود نشان بده من یک چیز در خدمت شما عرض کنم که خب حکومت حکومت افغانستان شاید اونمو اقتدار خدا یا کارایی خوده در برابر جنرال سید عبدالرشید دوستم شاید در نمایش میگذاشت اما ببینید جناب بزرگوار دهن مثل که پیشتر گفتم اقلا ما مسئله های ملی را خود در نظر بگیریم آلات موجود را ما در نظر بگیریم نباید روی احساسات روی یک یک, یک حرکت تند بدون ناقابل ما حرکت بکنیم خب. خب. آیا این باور دارند آقای م... حبیب که این فشارا فشارای خارجی است فشارهای خارجی باید شده چند, چند کشور میخواین که آقای دوستان بر باید به خاطر میز محاکمه اول خو خب اینمی کشورها چرا در مسئله سال افغان آرام کاری یعنی می کشورها چرا ناامنی ها را در افغانستان مهار نمی کنه؟ ملت ما مردم ما از ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا بعد از دوستان بین این ما کامدا اینجا نیرو داشتن تقریبا یعنی این 120 هزار نیرو افراد مسلح تا مسلح با توپ تانک اینا آمدن به عنوان به اسلام نیروهای حافظ صلح جامعه بین آمدن در افغانستان چرا در طول 14 سال اینمی نیروهای زده به اسلام ضد ملی یا یا علاقات مصالح طالبانی و القاعده و داعش اینا, اینا تا مار نکردن حال به جای ازی که نا در پروسه سال ما میبینیم ما میبینیم دینمی نشست هایی که در گذشته ها چهار جانبه و سه جانبه و این رفت آمد ها که صورت گرفت هیچ نه پیشرفتی در مسئله سال به میان نماد قضیه جای بیت... سال یک طرف قضیه آه. پس سر مسئله بالیه. آقای دوستم آقای دوستم حاضر نشد به خاطر رفتن به خاطر بازپرسی به محک سارنوالی هفت از سارن... بادیگارد خود معرفی کرده چی معنا در آقای شی بار بار گفته که تمام ادایم بالای آقای دوستم است من یک چیز خدمت شما مسائل حقوقی ش استاد مزبا اینجا تشریف دارن ما ما, ما با او به اصطلاح این نمق... مخالفت نظر مسائل حقوقی اما مسائل ملی مسائل منافع ملی شرایط فیلی که شاید ببینین جناب برادر عزیزم در یک شرایط فیلی جنرال عبدالرشید دوستم مثل آقای شیوار یک, آدم یک فرد یادی نیست جنرال عبدالرشید دوستان امروز رهبر یک حزب نیرومند مقتدر در افغانستان از جنال رح... جنرال عبدالرشید دوستان امروز رهبر یک ملیت خ... یکی از ملیت های عزیز خوب نیک مستحق ساکن در افغانستان که برات از ملیت ازبک هست اصلا یک یک یک, یک... بسیار بزرگ و وسیع خب اگر شما آهای... یک ملیت بزرگ داشته باشین هر چی وقت... که میخواین بکنین اجازاتین. باید... وقتی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری اینمی مسائل هن... یعنی جناب ما... ما... خطاب جناب جناب دکتر سبب اشرف است که یک یک زمان خود جنرال سبب عبدالرشید دوستا ما گفتی که جمله ناقضین حقوق بشر است بعدا در وقت این کاندیدان ای کاندیداتوری ریاست جمهوری این به بسیار با باز پذیرفتی و معاونیت اول اول شهادت دادی او زمان عواقب نمی کار فکر نمی کردی او زمان به اصطلاح وقتی که از از لکها ها آرایش استفاده کردی او زمان از از, از فعالیت های کاندیداتوریش به اصطلاح کمپین های کاندیداتوریش که از اون استفاده کردی که ده هر شارل رفت جنرال سید دوستم ده هر ولایت رفت اقوام خدا و داران خدا تشویق کرد که به دکتر سبا شبغنی رای به تلو زمان از اون امکاناتش استفاده کردی از اون آرایش استفاده کردی از اونم تلاشاش استفاده کردی بعدا این را معاون اول به مقرر کردی وعده دادی بعدا حال این قسم یک آلت رو ببینین یک مسئله را باز هم میگم باز هم میگم که من مسائل حقوقی را سرش عرف نمیزنم دوست عزیز ما هست اتا 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 ما ایر ایر ایران از آمنا میکن مسائل حقوقی را یک, یک سلسل مشکلات او وجود داشت ولی نباید یعنی مت یک برهه اساسی از زمان یعنی مت یک شرایط نازک از وطن ما که امروز افغانستان در چه یک حالت روان است ما بازم یعنی احساسات از احساسات ببینید از پس, پس گذاشته شود هر کاری که هر کسی بکنه چون حس وضعیت ما حساس است ببینید کسایی که مرتکب او کار شده بودن جنرال عبدالرشید دوستم رهبر است جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری کسایی, کسایی که دست به نمو عمل فجیع زده بودن و رفتن به معرفی شدن حالا باید اونها جواب بدن اما فقط داش بالای بالای عبدالرشید دوستم است خب باز میگم انمی هم یک نوبت تلتی است شما ببینین ما خدا شاهد است هیچ نوع کدام تعلقات به جنرال صدر دوستم ندارم تا به امروز حتی امرایش یک جای نشستیم حتی حتی در تلویزیونش تقریبا یک دو سه سال پیشتر که یک مرتبه دو مرتبه ما دعوت شدیم رفتیم بس خلاص در دو, دو سال دو نیم سال میشدم تلویزیون شما شرکت میکردیم اتا اتا به اسلام کلام تعلقات آشنایی و رفاقت رفت آمد آنم نداریم ندارم ولی ما مسئلهت ملک خود در نظر میگرم آلت فیلی کشور در نظر میگیریم ما امروز تلاشا و علاقات طالبانی بیایم ببینین علاقات طالبانی روزانه به اثر عملات انتحاری و انفجاری خود فرزندی نمی وطنه مرد زنه به خاک خون میکشانن وقتی و ایران میکنن وقتی مردم وضعیت ببینن وضعیت ببینن که شما رهبر میگین و شما میگین که ما اول یک کشور چونی کار را انجام بده و اسناد هم تثبت شود مردم هم مقدم میگیره در این رابطه هنوز هم بی بی. اقتدار دموکراسی حکومت حکومتداری و بحث جامعه جهانی چی معنا داره اصلاً, اصلا اصلا اصلا, تلاش ها و این است که نمی ملک به طرف بوران بکشن اینمی حالت به طرف بوران بکشن از یک طرف و اصطلاح ملایبت الله و سراج الدین را به روند صلح دعوت میکنن از طرف دیگر معاون اول رئیس جمهور و رهبر جنبش ملی را و رهبر ازبکای افغانستان را میخوان در آیا جواب حق وطن نیست جواب آقای مردم نیست؟ تشکر تشکر آقای بیب آقای بزباه بحث می طرف مسئله حقوقیش چی هست؟, چی هست؟ آقای شی اداش بالای عبدالرشید دوستم است معاون اول حکومت افغانستان معاون آقای رئیس جمهور بس حقوقی چی داره؟ بسیار تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت حاضرین محترم در میز و بیننده های محترم تلویزیون خب اساساً بحث اینجا بحث عدالت است بحث از این است که یکسان بودن در برابر قانون و بحث یک تعقیب عدلی و قضایی یک جرم مطرح است عدالت خواست مردم است و در صورت عدم تطبیقی ازی در صورت عدم تأمینی ازی جامعه را بدون شک به طرف منفی میگره به اساس ادعایی که از طرف انجینیر احمدی ایشچی صورت گرفت و به اساس تحقیقاتی که توسط سارنوالی صورت گرفت که من یک نهاد مستقل است سارنوالی به اساس ماده 134 قانون اساسی افغانستان ایجاد شده یک نهاد مستقل است و وظیفش کشف تحقیق جرایم و اقامه دعوا در محاکم قضیه اتفاق افتید موضوع راجع شد به سارنوالی هم تحقیقات ابتدایی خود را شروع کرد از طرف مجنا علیه ای که انجین رحمد ایشچی بود تحقیقات صورت گرفت و بالاخره چندین جلب برای با دفتر معامل اول ریاست جمهوری روان شد و با, با, خود، با, آدرس, با آدرس. آدرس تا جایی که ما از مطبوعات خبر شدیم بله با آدرس خودش بالاخره کدام جوابی به وجود نامد چند بحث اینجا مطرح است یکی موضوع مسئولیت است که در رسانه ها بیشتر در موردش بحث شده که آیا معاون رئیس جمهور میتانه که در جمع مسئولیت تعقیب عدلی را داشته باشه مسئولیت جرمی البته نیست یک چیز باید واضح شود که هیچ کسی در افغانستان مسئولیت جرمی را نداره در صورتی که مرتکب جرم میشه و به هر حالتش باید مورد محاکمه قرار بگیره ماده 69 قانون اساسی افغانستان فقط رئیس جمهور را در صورتی که مرتکب سی نوی از جرایم است که او جرایم امنی... خیانت ملی است جرایم زده بشریت است و ضد جر جرایم ضد حقوق بشر است در این صورت باز موضوعش و با یک محاکمه خاص مطرح میشه که او موضوع به ولسی جرگه است و بالاخره لوی جرگه دایر میشه و به اساس از او ولی در ارتباط به معاونین رئیس جمهور در قانون اساسی چیز رئیس صورت جمهور نه قانون اساسی قانون اساسی هم سکوت است و قوانین نافذه هم سکوت است که چی باید شود شما میدانین که ما رئیس جمهور یک فرد عادی نیست و محکمه کردن از چطور باید یک برخورده که یک آدم عادی را شما بر محاکمه میکنین و یک موان پرژمور هم محکمه کنین خب شما شاید... سه, سه جلب که از طرف لویستانواری آمده بود شما غیر قانون نمیدانین؟ ما فکر میکنم نه مطابق خب لوی ولی در صورتی که کدام نص صریح در قانون برش وجود می داشت مثل که برای رئیس جمهور است یا برای وزرا یا برای اعضای نوتن از ازای محکمه است در ای صورت باز درست بود در غیر از او چون مطابق قانون زمانی که یک مورد در قانون ذکر نشده باشه پس او مسلما به حالت عادی خود میه و ساران ولی از لحاظ حقوقی تا جایی که ما میفهمیم کدام مشکلی نیست پروسیجر حال چرا باید بودیگاردا باید, باید خواسته شوند چرا خود آقای دوستم خب چند مورد اینجا مطرح است. بحث شراکت در جرم مطرح است در اینجا قسمی که ادعا صورت گرفته در اینجا نه تن از محافظین معاون اول رئیس جمهور هم مورد اتهام قرار گرفته یک چیز باید واضح شود که هنوز هم اتهام است یعنی با وجودی که اگر وسایل اثبات جرمی موجود هم باشه هنوز هم اتهام است آنچه که ما می از حکومت فیلی میخوایم واضح بسازیم که ممکن قوانین حکم میکنه در صورتی که با حکم قطعی محکمه یک شخص محکوم علیه قرار نگیره اونا برات و یعنی حالت اصلی خود داره و او را ما مجرم خطاب کرده بلکه حالت اتهام است نه تن هم مورد اتهام قرار گرفته اینجا تعدد جرایم مطرح است تنها آزار و اذیت جنسی مطرح نیست موضوع سوی صلاحیت وظیفوی موضوع توقیف خودسرانه موضوعات مختلف دیگه است که در قضیه اتفاق افتیده و هر آن کسی که مورد اتهام قرار میگیره او اگر محافظین باشه حتی نیروهای امنیتی که در اونجا حضور داشتن اونا مورد بازپرس باید قرار بگیره به خاطر که موضوع غفلتی وظیفوی یا یا عدم استفاده خب، ما میخوایم که تفسیر شما در مورد نظر آقای حبیب بشنویم آقای حبیب میگه در مقطه کنونی خوب نبود که رهبر یک حزب به محکمه بکشانن این درست نیست خیر و فلاح ما در تطبیق قانون است قانون من حیث یک سندی است که باید همه با او احترام داشته باشه و یگانه راهی که و یگانه استانداردی که میتونه از همه از این چالش ها ما را بیرون بکشه همین قانون است ما به هیچ عنوان از دیدگاه حقوقی این موضوع را تایید نمی کنم که گویا خیر و فلاح ما یا مسلحت ما در نقض قانون است نقض قانون بود که حکومت وحدت ملی ایجاد شد و نقض قانون بود که با موارد مختلف و متعدد ما فعلا روبرو هستیم و ای همه فعلا مشکلات مردم دوچار است در مقابلش بنا تاکید مجدد ما ای است که عدالت به هر حالتش باید تأمین شود. با با شما میخواین که عدالت تامین شود یا توانایی و ظرفیت در حکومت فیلی میبینین که عدالت بر رهبر جنبش ملی یا قائد دوستم تطبیق بکنه؟ خب توانایی و مکلفیت دو بحث جدا است فقره اول ماده 64 قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور را مکلف میدانه تا مراقبت بکنه از اجرای قانون اساسی افغانستان قوه اجرایی ما به اساس ماده 75 قانون اساسی مکلف است تا قانون تدبیق تطبیق بکنه در خصوص همی قضیه لوی سارنوالی مطابق 134 قانون اساسی مکلف است قوی قضایی که هنوز موضوع به محکمه ایراه نشده مطابق مادی 116 و 119 و 120 قانون اساسی مکلفیت های خدا داره ای از جمله مکلفیت های دولت افغانستان است که ملت توقعی از را داره ما فکر میکنم که بله حکومت میتونه و ما توقع داریم به خاطر که اگر همچو قضايا که بحث عدالت دیش مطرح است بحث از است که یک مقام بسیار بلند پایه مورد اتهام قرار گرفته اگر در همچو قضايا بحث عدالت مطرح نشه پس تطبیق قانون برای افراد عادی او که گناهکار هم باشه او بوز هم اما بسس ک جامعه را به طرف منفی ش سوق مته بی عدالتی مېشه وې بی عدالتی عقده ایجاد میکنه تاثیرات را در تمامی ارزها بسیار بس تشکر بسیار تشکر همزبا بس خالصانه سيب آیا اوس د واخدا چی په خپل دوستم باندې محكمة پلیشي یادا واخنه ده نوورین را منستکی یا هم هغه په خوانی ډار ویچه په خوانی جنگونه یا خپل منځي جنگونه ویچه خلک نو و ډر شي لکه چې پرون د 200 بډی ګردانو سره خپل ځای پوري ورسېده خلک دوستانه لويس شتان تلاپانه سلام نو وی ترامت مې مونږ ستاسو درنو مل مانو پیج ازم پدبختونه افغانستان اوسنۍ شرایط کې ډیر احساسه او نازک په لا وسختي ریږي موږ د یو ډیر من اف که شیطان همسایه او پاکستان سره په پا جنگ کې یو ډېر استخباراتي او ستراتیژیک جنگ تشکیلو او زموږ دښمنان بهراني دښمنان په دې لاته کړي چې دا څه مسایل وته چې قومي مسایل ته لمنول کېږي دا سیموځات د قومي مسایل ته پاره کې لمنول کېږي لاغه سره ګټه پورته کړي جنول دسته ميو جنایتکار دي تاسو پدې کې شک مویني یا ځپدي حکومت کړي نه بلکه لاوال سره چې کله جنډالدوستم حکومتداري ترازې او ملش سياسي کې له هغه وخت چې جنډالدوستم جنایتونه تاریخ ته تا برملاد او پدی جنایتو باندې ولسمش غنی تر ټول ډیر شګه وه او په 2000 کې مقاله هم سیولې کله چې دوستم یو جنایتکار اما دی اما د دې لپاره چې و دوستم یو رهبر دی پر دې باندې موږ سترګ نه سپورټول او یو وزن یې اوس بک رهبر دی نو را کومني چې هزار دو درې رهبران لري پښتون او تاجکانه ما په اوزبکان کې اوازونه یې کاست چې دغه نفوس لري هغه دوستم د دې لپاره چې دوستم راي وکړا ولسی او دې قدرت ته پرورسېږي جنرال دوستم استمو ملک د قدرت درسي دول لپاره او کار چې موږ لا عدالت څخه خبرې کوو لاسياسي قانون څخه خبرې کوو نو آیا دغه حکومت وحدت ملی چورته وایي دغه بنسټ د قانون په مطابق باندې نو ایجاد شوی دا ولسمشره غني ویلو په کمپاین کې کوم پر قانون اساسي معاملې وکړ نو سبب استفسار اولادونه هم معاملې کوم خلاص مشرد غنی ډاکټر صاحب د لارې او د اساس قانون باندې معاملې وکړ چې دلیل پښتنه وکړي دلیل دادې چې مش مصلحت وکړي چې قومي جګړه نشي د چا په منځ کې قومي جګړه د پښتون او تاجک په منځ کې قومي جګړه نو چې د پښتون او د تاجک د جګړې لپاره په خاطر تاسو اساساتي قانون قربانوي خو د پښتون دزبخت د جګړې په خاطر مصلحت وکړي خو ټول افغانان درې سره قومونه افغاناندي او بیا کچیږي نه لوستم جنایت کوي بی. او بیا تاسو هغه په بدل کې بڈیګاردان بیاي دا بیا کوم انصاف خو شي په ورور ولچی زما ادعا زما اتهام پر جنا لوستم باندې نه په پر بڈیګاردان با باندې ک تاسو عدالت دا خبره کوي ک تاسو ورول چې قوانين دلته دل پالیسی نه خو با بوانستان کې به دون مو ستونځلرو چې واځي جنرال لوستم نه بلکې تر جنرال لوستم تر قضايا او مهم مسایل ستو خو خل مسبه وویل چې دا خا خې اقدام ده چې دغه وو کسان هم تر سلام ورا پورې لو سلام پورې ورسیده دا هم یو لاسا روندنه ده د افغان حکومت لپاره چې دغه پیله دغه شروع ده بدبختانه دا شروع کچری قوي وای او دا شروع کتشې خپل لمجرم څخوي بیا هم شوه افغانستان کې افغانستان بتبختی د دې قانون غریب غریبانو لپاره جوړی قانون موزرکار ته جوړ کړي قانون دوکاندار ته جوړ دی قانون خبرنگار ته جوړ دی قانون ډیستانګزای ته جوړ دی قانون یو معلم ته جوړ دی وکیل صاحب ته وزیر صاحب ته ریس اجرایته استاد ته ولسمش غنیت ته انی فاطمه ته قانون نه جوړ دغه حکومت دوا وره مستقیمه د شاوید سره پر پاکستان باندې افغانستان خرس نه کړي اې څه تفهم چي شو تاسو هغه ماده ولوسه چې اساسي قانون خلاف کار وو اې سوپی چي شو چې چی د پاکستان د پاکستان ډیپلوماټان چې پوزیا ډیټا زیات د قوانين خلاف دي کنه د ملي حرم ملي حکومت خلاف دي کنه دي نو پداسې هیات چې تاسو هیات خرڅو نه جرم نګني یو پراب د هغه باندې سترګه پټوي کله چې جنرال لوسته وای چې یو شورا یې مېد وړي ما وژنې هغه قزیا نه سره لکه چې خودیشتي قضیه سیړل کیږي پدې دوه کې د انسان فکر عقل منطق ولري خو د نظام د لومړی معاون د وجلو اتهام بایټ وسېړل سي دا موضوع نه سیړل کیږي دواوري قندوس سقوط کی هغه موضوع نه سیړل کیږي په هلمان کې هر وسلسل ځوانان شهیدونیږي هغه موضوع نه سیړل کیږي ف اداري فساد او شترې سلپې او کال 3 میلیارډ الدولار رشوت ورکول شوی دا موضوع نه سیړل کیږي پاکستانی کسان د اوس د دایښ په مخابو کې نګرهار کې ناسی سربازی لري کیه حتی د خلکو ناموس بیايي هغه موضوع نشي رل کیږي پرلمن نوایي چې شورا ای امنيت حکومت دایښ هیمايي کی هغه موضوع نشي رل کیږي افغانستان غزه سب کاغه نسرل کیږي دا باټو نسرل شي دا په دې معنی نه کسي رل کیږي ګوري ماده تر ټولو ک تاسو غوړي قانون پلي کوي نو لا 1000 خبيات لري پوري قانون پلي کوي دا توسټ قانون وس رسیږي یعنی 3 و 1 اندازا پوري دا قانون وس رسیږي راځي چې دا شروع وکړي بعد وختونه پر جانل دوستم نو وروره پر یو صادامر دا وزه هم واسنر رسید دا خوجن اللهستم ډیره غټه خبره ده تاسو ګورئ دلته د جمهوریت مخته نظمامي قمندان زوی وک خپل وسړی نه وشتي د جمهوریت مخته دوا ورزي وظیفه په تعلق ودې مو خبرت خپل پر وظیفه ولاړ دلته د چا دا 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 کم یو مشر تاسو مات وست یو مشر لوکیلز خاني ولي تر وزير چې یو څوک مهکمه کوي بیا سي دي دغه حکومت په پا فایل پا کې د دې لپاره چې پر کارځي باندې افشار لروني ول چې څلور سو کسان مهکمه کوي په هغه کې واليان وزیران هم دي دغه د محکمې یا سیاسي محکمې دغه ټول ګوري جنال دوستم ته گیم جوړ دي موند ټول شي جنال دوستم په جنایت کې شک موونې جنال دوستم ته د غرب له خوا جنال دوستم ته د اتحادیې اروپا له خوا او جنل لوستم ته په اواز حکم مات کډنه د امنیت شورا د خو درسمه شر غنی له خوا گیم ورته جوړ دی ګوري جنل لوستم وایې زما په اړه ولسمه شر غنی ته د پاکستان دلي نږدې تبلیغات کوي په اواز حکم مات کې څوک دې چې پاکستاني تبلیغات ولسمه شر غنی کوي ترجمان اول دوستانه چې ما یو شی موضوع خورا مهمه ده چې په ملي ساته چیز موږ ملي امنیت ته خطر دی په داسې حالات کې چې ولسمه شه غنی ته پاکستاني کسان نشته تبلیغ کی او ولسمه شه غنی هم نه دی په دې مونږ نشو موږ په نظام کې جاسوسان دي اوس نو تاسو د یو جاسوس موضوع مهمه غنی کدي شی موضوع تاسو خپل فیصله وکړه ډیره مننه تشکر خیر وسې بینندهای عزیز یو وقفه کډه درهم باز وقفه دوباره برمیګرډ دوباره خوش آمدین آقای حبیب رای حل در چی میبینین؟ فکر نمی کنین ما به طرف یک بحران میریم به طرف یک وضعیتی که ما همه همو دستاورده را سا داریم و دست میتیم دستاوردهای یه سال پیشه و در دا عدد دادن دستاوردها، هم جامعه جهانی هم حکومت افغانستان دست دارن ببینین جناب از صاحب امروز مثل که خودتان گفتیم من هم پیشتر گفتم وضعیت فیلی افغانستان حالت فیلی افغانستان ما در قسمت دستاوردهای جامعه جهانی در امور افغانستان تردید ندارم در گذشته خوب هم دلگرمانه میکردیم میکردیم و میکنیم اما اما ای که امروز ما بالاخره روشها و عرکت های از انا را که بکلی اونمو رویش های از اونا های از انا تغییر به جهت های از اونا. ابراز نظرهای مختلف از اونا در قبال افغانستان یک مرتبه اونا طالب ها میگن که به ما هیچ نام خطر نیستن دیگه دفعه اونا میگن که اونا جنایتکار ها هستن عرف متق... متناقض که اونا در قبال افغانستان در قبال وضعیت فیلی افغانستان میزنن مردم ها را خسته ساخته ساختن ببین امروز اوزای افغانستان اینمی ما به بای... با بعضی از صورت های جناب استانگزای سر ما موافق هستم که امروز چی در کابل چی در بعض ولایات خیلی جنایت ها صورت میگیره بدتر از جنایتی که امروز آقای احمد اشکی ادامه میکنه گرچه ام امیر مزبا ام 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 صاحب هم گفت که انوز تال مشخص نیست انوز تال اثبات جرم نشده این پای ولی احمد وجود داره ولی ادا وجود داره خب ادای وجود داره ولی. خب ولی ولی آقای مزبایی هم گفتن ولی ولی که باورشانی است که از که عدالت تطبیق نشه باید تطبیق شوه از اینکه در هر وضعیت اگر ما باشیم چون ما یک حکومت داریم بس دموکراسی است است اگر ما تمام را بگذاریم که یک بزرگ قوم است این فلانی صاحب است این بستانی صاحب است این شیخ صاحب است پس قانون چی معنا قانون اساسی ما در قانون ما چی تعریف داره قانون جزای ما چی تعریف داره آقای اسرد وقتی که توسط بعضی آدمای کوچک کوچک خرد بسیار خرد ریزه ولی جنایتکار کار جنایت ها قتلا صورت میگیره چی در کابل چی در بعض ولایات ولی اونمو اونمو آدم جنایت کار هم قتل میکنه هم دست به اعمال خشونت میزنه اونمونا آزاد میگردن توسط بعضی از افراد زورمن امایت میشن قانون در کجا چرا قانون یا یا دنیا درباره باره نمیتو افراد به اصطلاح پافشاری نمیکنه که در قسمت یک شخصیت اثرگذار کلیدی که اگر او بخواه براستی هم آلت حالت افغانستان به خصوص کابل یا سمت شمال دگرگون میسازه به واقعیت میسازه این خوی است چی به بیان ما امیر میگم امیر میگم که ما به طور مثال از این جنایت های بعض افراد هم. یکی از مدیران خوش سابقه فعال اکتیف ریاست اومی امنیت ملی یک ماه پیش توسط یکی از جنایتکارا که هم خارج خواهرش بود و طور بسیار مظلومانه در انگام نماز به شادت رسید گناه از این بود که اونمو یازنیش شوهر خودش شوار ام 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 خانم از خانمش که خوار از ایوان شد شب روز شکنجه میکرد میزد اذیت میکرد تهدید میکرد تا تهدید به مرگ میکرد بالاخره این می مجبور شد از خواهر خود دفاع کرد با جرم دفاع از خواهر خود امیر به شهادت رسان قانون در کجاست اونمو آدم اونمو مجرم اونم جنایتکار که هم دست به قتل زده هم دست به خشونت علی زنا زده خب ولی امروز آره نمو آدم اجازه آره بده سه نمو آدم آره آزاد باشه بشینه آزاد منطقه میگرده توسط یک از بزرگ قبیله آقای حبیب اوکی دست بلاشه باشیم که هر ار ار بزرگ قبیله هر چی بکنه ما دیگه ببینیم فقط مناظره بکنیم ما میرم میگیم که ببینین وقتی که اون تو آدمای خرد کوچک جنایت میکنه توسط یک وکیل عادی حمایت میشه و قانون در قسمت از او عملی نمیشه باز بعدا قانون نه در قسمت یک شخصیت اثرگذار مثل جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری رهبر حزب جنبش و همچنان رهبر یکی از اقوام خیلی شریف ازبک افغانستان در قسمت از او, او را میخوان به عزت بسازن ببینین وقتی که قانون اگر جرم اگر, اگر اگر, 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 اگر جرم اتهام جرم ثابت شود پس چقدر خوب است که باید تطبیق شود تا امو اقتدار و حکومت بازم بلند بره شما ببینید اگر شما سر یک شخصیت بزرگ میخواین که قانون تطبیق بکنین شما میتونین پله های قانون خوب تطبیق بکنین و امو حکومت داری خوب تمثیل بکنین ببینین اگر هدف امی باشه چی جامعه جهانی کسایی که داد میزنن که باید جنال عبدالرشید دوستم دزگیر شو و با ما کشانده شو اگر هدف امی باشه قانون امیسا تطبیق قانون باشه برقراری نظم باشه خو ما هیچ کدام تردیدی نداریم ولی, ولی هدف ایست اصلا هدف ایست آقای سانگزای پیشتر امیر یک مساله را یک اشاره داشتن هدف است که فقط روز تا روز اوضاع افغانستان دیگرگون بسازن به اونانی تر بسازن با اینمی قسم یک برنامه ها با اینمی قسم یک شید. اول من میگم که این مربوط افغانستان است این مربوط وطن ماست این مربوط دولت ماست مربوط دولت مردان ماست به اتحادیه های... اروپا چه ربط داره که در امور داخلی ما اینمی یک دخالت در امور داخلی ما سر اینمی اتحادی اروپا به جای از که بشنه بیاید در قسمت پروسی سال کار بکنن افغان ها را یاری بکنن حکومت ما را یاری بکنن این, پاکستان, پاکستان و سر پاکستان مسر پاکستان پاکستان نمانند که از تروریست های مایت بکنن همین تروریست ها بیاین و پروسی سال بپیوندن اینجا انوز هم بحران تجدید میبخشن اینا شدت میبخشن به آتش بحران اینا تل میپاشن و شلوار میسازن یکی از شخصیت های اثرگذار مهمه که در قسمت نام, نام ساختن سمت شمال خیلی اثرگذار است که میتونه که سمت شمال نام بسازه او را میخوان که تو یک چالش بکشند من میگم آقای اسراد شما گفتین که محکمه نشه من میگم من میگم من میگم که enemy که جهانی مثلا اتحادیه اروپا یا امریکا یا بعض از کشورهای دیگه enemy که میگه جنرال عبد الرشید دوستم چینی شو و چران شو من دفعه جنرال عبد الرشید دوستم نمیکنم و نیم سخنگویش هستم نیم مدافع ولی من یک افغان هستم مسئول یک حزب سیاسی به منافع ملی که شر خدا بزنم من نظر دارم ولی این اصلا یک توطئه است یک دسیسه است شما میگین که دید در محکمه نشدن آقای دوستم این از منافع ملی است ببینین بهتر است که اونمو با که دانمو دا, دا ایدهایی که احمد اشتی داره و او رو به احمد اشتی رو شکنجه کرده بادیگارد با دیگارداش محکمه شده اونو با دیگارداش مورد استنتاق قرار بگیره. اما اما وضعیت ما میگیم که بازم تکرار میکنم ای کاش که مسئله تطبیق قانون ما مطرح باشه اگر خارجی ها هست یا داخل هر کسی که آواز بلند میکنن ای کاش که مسئله قانون ولی قانون نیست یا توطئه، هست دستیس هست یک 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 یک, مکارگی است یک حرکت است که میخواین وضعیت افغانستان بحرانی تر بسازن و جایزی که بعضی از علاقات مسلح جنگافروزه، جنگجوره بیاین برانند سل بکشانن یک, ی, یک جهت مهم بزرگ اثر گزارن. اینا میخواین می که طور او یاغی و باغی بسازن و با کوها بکشانن بلاخره سمت شمال ما را بحرانی تر بسازن تشکر آقای حبیب آقای مزباه آقای به است که خب منافی ملی دیگه اجازه نمیده که شما ولو که اگر مجرم باشه یا اتهام مجرم اگر ثابت شود شما آقای ما برین محکمه بکنین ورنه شمال نامن خواهد ماده 22 قانون اساسی یک از جمله حقوق اساسی ادباره قسم بیان میکنه که همه در برابر قانون یکسان هستند و هیچ نوع طبیعی زن جرم اگر توسط هر کسی اتفاق بیفته از دیدگاه حقوقی تا زمانی که عدالت تعمین نشه تا زمانی که مورد محاکمه ببینید محاکمه به این معنا نیست که حتمی باید یک کسی که مورد اتهام قرار گرفته اونا باید مجرم ثابت شود موضوع فیلی که بسیار داغ است همواره به واسطه کسایی که نزدیک به معاون اولی رئیس جمهور هستند رد شده و ای را به عنوان یک توتعه مطرح کرده خب امی توطعه را کی میتونه که واضح بسازه نهادهای های عدلی و قضایی است لویه سارنوالی موضوع را قضیه را تحریک کرده و از طرف جانب مقابل خواستند تا بیان برای تحقیق ادعا است اصل بر ای است که از لحاظ حقوقی کسی که ادعا میکنه او باید اثباتش بکنه و جانب مقابلی که مدعا علیه است اونا باید نفیه بکنه این موضوع امیجاست همینجاست که عدالت تامین میشه خب ادعا شده همین ادعا اینا به هر حالتش باید در برابرش بیایه بر قوانین احترام قائل شوند و دفاع خدا بکنه خب آقای مزبا آقای حبیب و آقای سنانزی به باور که یک بازی سیاسی است و, و خب بازی سیاسی است چرا مثالای را هم دادن که شما شنیدین که ایم چرا این مثال ها دیگه نمیره محکمه نمیشه و تحقیق نمیشه که سر مسئله فاوشاری دارن سر بحث آقای دوستان خب هیچ شک نیست که ما قسم کستان اگزاس فرمودن با دشمنای پنهان و آشکار فعلا روبرو هستیم اوزا در کل بسیار خراب است و اگر بازی سیاسی هم باشه وسیلهش یک وسیله حقوقی است فعلا اگر ما خصوصا که از آدرس اتحادی حقوق دانه افغانستان اینجا بحث میکنیم خصوصا از آدرسی که صدای خود را برای نقض قانون بلند میکنیم اگر چونین یک حالت را مشروعیت ببخشیم این در حقیقت یک جفای بسیار بزرگی در حق ملت است درست است ما فرمودای از اینا را هم قسمت تایید میکنیم که بحث ماده 22 را که ما در موردش بحث کردم به این است که هر آن کسی که مورد اتهام قرار میگیره قانون باید به با طور معادل و به طور مساوی در تطبیق شود در برابرش حال هر اه اه مثال را که استان ارائه ای کردن یا دوست محترم ما در صورتی که نقض قانون مطرح میشه در هر حالتی که باشه باید او مورد پیگرد قرار بگیره خب، حالا خب محافظین آقای دوستم رفتن به پاسخ دادن در حالی که اتهام زیاد بالای آقای دوستم است جرم یک عمل شخصی است که به هیچ عنوان برای کسی دیگه سرایت نمی کنه. آنچه فعلا از دیدگاه حقوقی ما می بینیم اینجا بحث فایل جرمی شرکای جرمی یا کسایی که همکار بودن در ارتباط جرمی اتهامی که صورت گرفته از طرف انجینیر احمد ایشچی اونا مستقیم در مورد خود معاون اول رئیس جمهور است ولی ایرا هم گفتند که کسای دیگی که محافظینشان نشان هستند دخیلی از این جرم هستند از دیدگاه حقوق جزا کسی که شریک جرمی باشه اونا هم میتونن که یعنی اونا خلاصی نداره نظام عدلی ما یک نظام بسیار خوب است قوانین ما خب، قوانین بسیار که خوب است اصل مجرم اصل بگذاریم مجرم های فرعی را شما برای تحقیق زمانی که ما گفتم که جرم یک عمل شخصی است هر آن کسی که در این قضیه مورد اتهام قرار میگیره اونا باید جواب ده باشه این مربوط میشه به نهادهای عدلی ما که کی را مورد اه 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 تحت اگر لیبه آقای آقای شما سارنوال باشین و ما محافظ آقای دوستم باشم بر ما بگویم که بر ما عمر شد من حیث یک محافظ ما مسئولیت داشتم که کار انجام ما یک نظام مدون هست نظامی است که قبل از قبل تدوین یافته هر جرم در قوانین ما عناصر سیگانیش قبل از قبل در قوانین در نظر گرفته شده که عنصر قانونی است عنصر مادی است و عنصر معنوی جرم است در صورتی که هر کسی هر کسی که مخاطب قرار بگیره مرتکب قرار بگیره من در اول گفتم که رئیس جمهور هم نمیتونه که در صورتی که بحثش در قوانین پیش بینی شده باشه اونا خلاص شود از حالت جرمی در صورتی که هر کسی باشه میتونه که او مورد پیگردی عدلی قرار بگیره ما اگر من حیثی وال باشم به میخاطر ماده 134 قانون اساسی لوی تارنوالی را جزی از قوه اجرایه قرار داده ولی در اجراعاتش مستقل است و بسیار واضح گفته که تحقیق و اقامه دعوا از وظایف تارنوال است باز قوه قضایه را من حیث یک نهاد مستقل که برش مسئولیت های متعددی داده فقط به خاطر است که اونا عدالت با وجه بهترش تأمین بکنه اینجا مسئولیت خوب قانونی بر سارانوال است برای قاضی است برای پلیس است برای هر آن کسی که در پروسی ادلی و قضایی دخیل است اونا دارن بناهن هر آن کسی که باشه بدون کدام ترس بدون کدام موردی باید موضوع را تحت پیگرد قرار بده تا ای که عدالت تأمین شود موضوع ما بازم تاکید میکنیم که اینجا مسئله اگر اتهام هست باید معاون رئیس جمهور یا محافظین یا هر کسی که باشه پاسخ پاسخ خود را بکنه در صورتی که موضوع در صورتی که اینا بیگناه شناخته میشن اینجا باز مسئولیت جرمی مربوط نشي به کسي کې ادعا کړه او ادعا یې خپله ثابت نکړه اي موضوع هم بزور مهم دي يعني په هر حالت شي پروسه در دوران عدلي او قضايي افتيده تقاضاي مو هي است چې تا اي هر كسي كهس به قانون احترام قائل شون او به د نهادوي شکر... عدلي او قضايي پاسخگو باشه خاغلسانغزه په وړاندې ساده حکومت لپاره سپه کار دي ایا کدايا سياسي لوبوي پرختيا هم حکومت غوړي چې داغه د ورسم شر مرستيالم محاکمه شي کنه غوړي کدا يا د افغان ملت لپاره خارخوګايده هر ورځ ډاروي هر ورځ لار بندي وي هر ورځ موږ په دې ډاریو چې بیا هم جنگونه به شروع شي منبختونه کوشش کوي حکومت درلودي داسې ورشخندي نظام ته تاسو نه حکومت ولې سي نه دولت او په ټول خارجی پروژو کې بختونه ولسمش غنی او ډاکټر صاحب الله ساهمل لري د اوسنادي چې غوينه دي په خبر او یا خوريجان مستقیما د یوازې خپل پر قدرت باندی او پر پلانونو پر تطبیق او په مطابقت باندی کوي باندی کې پاکستان حکومت شریک کړي او د پاکستان حکومت په دې باید پوه شي چې د جنون لستم تعالی سوچول په دې منات چې زبکان تعالی سوچولې بختونه کده او منو کنو منو پاکستان کې اوسې وداسي ا اساس شول سوید چې پښتون خلک جنایتکار څخه دفاع کوي تا جک خلک جنایتکار څخه زه را خلک جنایتکار څخه زباک خلک جنایتکار څخه بلدي چې مشبدي او پیج دغه جنایتکاران څخه دفاع او موج د اولادونو پر سر باندې معامله ده پر افغانستان باندې معامله تا چې ما خېول چې موج د بحران خوات رواني موج د بحران خوات روان نه یو موج د بحران خوات وړل کیجو جامی جهانی موج د بحران خوات بيایي اداري فساد موج د بحران خوات بيایي ملشی سیاسی موج د بحران خوات بيایي فساد موج او دغه د ډیر کمزوري حکومت د قانون نه حاکمیت مبهران خاطبيای کچیر مو واقعیا د ولادی بحران سخوا ساتل سو مهمه دا ده تر ټولو اولیات مشتدار مو جوای چې مش اصله نه لرو مشه ټوم نه لرو اما مشت مهمه دا چې مش هره خپل اتفاق ولرو او حکومت دا, دا کار وکړي چې ولسون دي سره نجدې کړي د حکومت دا, دا کار نه چې ولسون دي سره لري کډونستان په بي اتفاقي کې د هیڅ چا ګټه نهسته مش ټول دیو پيوښتي چې دی سپاره یې کډا کښتي چې په کیجی کې غر کیجی کې ډوبيجی کې سمي جو ټول افونان پکشي کړي یا واست بلبطبختی دا چې افغانان د غفلت په خوب کې بيدادې افغانان خپل حق څخه دفاع نه کوي افغانستان افغانان خپل حق غوشتنه نه کوي او دا باید وسی افغانستان افغانان باید پشت نه وکړي اوس مثلا ګوري اصلي بس افغانستان کې د عدالت ولسمه غني کستاس یاد وی 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 وی, وی کې هیڅ افغان از افغان دیگر برتر نه دی ولسمه درواغ وی ګوري سید قوان د لاس د دی... لاس د کور لپاره د وزات خارجي سړکبندی بندي کیږي کله چې مریم جان غني راضي د لمان سړک تزي د لمان قصده سرلور ساته د ټول جادي بندو نو سابو اون برتاراست کنيست تاسو راتوست صبرتلي لري مريم غني تر هغه انجونو چې قندار ته مکتب تزي او پرمخ ته ازا پاشل کیش صبرتلي لري یا ډاکټر دا سبب الله کورونی تر موږ صبرتلي لري چې هندستان کې برتري لري هدي اقل هدي اقل کواقيان تاسو ګوري دغه نشدي ایران ته تا تاسو ګوري د دوی رهبر شدي دغه دوی دوي جهه دورته وي خريګاګر سیاسي جنگ دي د خپل ځمن خپل اولادونه په اړه مفکوره قرباني کوي دی وژل سيوي دي تاسو ګوري ولاسمشر غنی دی مهرباني وکړي هدا يخل طارق غني خو د پاکستان تر ووري بیا د حکومتداري او د قانون داوادیه وکړي او په پاکستان کې د خوريجان یوځیدو دوستو موضوع ته ناستي دلته نور هیڅ چاينسته دلته مشکلات نسل ګوري حکمت یار تاسو راوستل طالبان بم راضی جمعیت اسلامي هم حق دي کوي نو ټول ملشئي سياسون دي تاسو ملشئي سياسون ولي په لیسپورت کوي خاريجان دغه ټول فکر نكي پر اون جن لوستم خپل ولي یو لک وي مسلق یو لک مسلا کسان د په کابل تی غلا لندغال د خدای وي وبانه غړي چې بانکونه لوټ کوي د مسلا کسان څوک دي خدای جمعیت اسلامي دي دا حزب اسلامي دي دا د دوستم کسان دي دا ولسمج غني کسان دي دغه درخه خلک دی نو کله چې خپل دې نظام مو وین پاور ورده وي حکومت خیانت کوي حکومت پاکستان ته خرڅوي دی یو د جنوال دوسته موقف د پاکستان پرځت زیستایم دی و ون پسفد یو پښتون پسفد زداشای استرائم چې د پاکستان پر ضد باندې موقف نشي داغه دغه دا دا موقف نه جمعیت اسلامینی ولاسي نه ډاکټر ابلون ولاسي نه ولسمشر غنینی ولاسي نو د دی دې لپاره د پاکستان توتۍ همستا د نړۍ توتۍ همستا او الاله حکومت هم شریک دي د حکومت اساسی به کار د دوی وړ چې لاته انتخاباته لپاره جنل لستم او السی او پر دې رقیده دی سره دا داول کې شاکر کارګر د دویستم پرځای زایناستي او بیا پر ترونکو انتخاباته کې د ولسمشر غنیس خیا د ولسمشر غنی, غنی لکندځه هغه دا با با ما یاټوک لري دا نو دا ملګری چې دا ساسانه او بنیادان د تاوتیات خاليجان او د افغانستان د حکومت له خاليجانو سره اوس خلک څه وکي په تاسو ډیر انګیرنه وکړه خغلې مسعود صاحب هم انګیرنه درلوده او خغلې حبیب صاحب اوس څه پکار دي څه کول پکار دي خلکو ته څه پکار دي مونږ خووب راځي چې له حکومت نه لاسومینځوب خو مونږ پايڅوک مو زموږه ملامت یو ما مخکې تاسو ول چې خلک بيددي خلک د افلات په خوب کې بيددي خلک دارک نكی اوس مثلا وګرینن تر ټولو تر ټولو بااستعداد تعلیم یافته پښتون او تاجک زبان یو د بلبسی لګیالي شیل کالي تحصیل کړی امان نن هم د قومی مسایل راپورته کوي دا خنه حکومت نسې کولی چې راته جوړ کو د دې لپاره مشتخص خپل واجب کار وکړي خپل حقوق څخه غتچې ته دفاع ونه کوي کچې ته ولسمشره حکومت ونه وي چې موفر پاکستان مخرسو زما ضمان زما ولډون ما وژنه زما مكتب زما کلی کور دی نه ورانيږي تخبل د حق خپل پښتنه ونه کی نو حکومتونو بنیاد په جهان کې مشخصا په پاکستان کې دا پر خیانت باندې شولسوی دي دوی د دل لپاره خپل ډیپلوماټ به سره راغلي چې دا تخبل جيبونه دا کې قرار دادونه واخلي یو په پاکستان دی حکومت کې بې ګناه خلک دی وژني دغه اورست چې سبات یو فائر وڅ یو فائر ډاکټر صاحب عبدالله په هندستان کې ناسي ولسمه غنی په امریکا کې ناسي وژل کې جو بدلتا زوته او راتل کې دی افغانستان اسمان بسنګوي والا زه په بخت نه سوچي دا حکومت زه خوشبین نه يم دا ژمي کې موشت مستقیمه د استخبارات او پدې باندې خبر دی یو کشویر ګانونم چې پاکستان او اي سي اي د وسنن لپاره یو ډیر خطرناک جنگي پلان ریدا ژمي کې موشت ډیرشه چانس چې موځ اصلاحات راوسی امنیتي سکتور مو کې چې هغه هم نه و کوي سوچي دا حکومت وی زه متاسف نه متاسف نه د نههلی خبر هم ده اما تاسو د اصلاحاتو توقونه سکول درمه مننه تشکر کوته شما ست بګون رائے هر چیست رائے حل رائے حل حمیس کې ما به جای از که سفارشات مغرضانی خارجی ها را بگیریم در سانی عمل رو پیاده کنیم بیایم مسائل خب بال خارجی ما رو میکنه حمایت میکنه خب پشت میکنه میکنه اگر در پالی تعمیل ولی باز ببینید با ما بحران خلق میکنند به جای از این بیاین زعمای حکومت وحدت ملی فقط در قسمت آرایش قوای مسئله افغانستان به قول آقای استانک در یعنی میزمستان به خاطر اینکه بله ایران ما همیشه گفتیم که آیسای پاکستان برای, برای عملات عملیات بهاری خیلی برنامه‌های وسیع روی دست گرفتن راستی افغانستان را میخوان به چالش بکشانن مردم ما را میخوان و چالش بکشانن ولی نباید این زمامداران حکومت ما دکتر سر یا عبد هر کسی که هستند این دکتر سر یا هر هر شخصیت بلند این می، این می حکومت این می دولت بجای جای از که بیان مسئله سفارشات خارجی را در قسمت جنرال عبدالرشید دوستان او را منعیس خوشخدمتان او را روی دست بکرند این مشکل مملکت ما را حل کنند مسئله قوای مسئله ما را برنامه های درست برنامه های درست را روی دست بکرند در, در مورد فلان های خسمانه و خاینانی های سایت پاکستان آمودگی بگیرن اینمی فقط رای حل امی وطن ماست بیان اینمی خب جنرال دوستم هر چی که بود در وقت زمان کاندیدای ریاست جمهوری امکار دکتر سراش شد حالا واقعا ناجان, مرد ناجان مردی است که دکتر سراش افغانی دواری جنرال عبدالرشیدی دوستم این, این, این ناجانی بکنه بیاین به خاطر مسئله ملک و وطن به خاطر ادای یک آدم یادی که یکی از هر کس هست نباید منافع ملک اینا دیده بگیرن پامال بکنن ملک به بر طرف بحران بکنن یعنی قانون قانون زیر یک چیز آقای سانگ زایگو گفت خود این حکومت عادت ملی که به وجود آمده خلاف قانون است دشکر، دشکر. وقتی که این قسمه هست بیان اونم یعنی مشکل عمده و اساسی را که حالا میخواهند در وطن یک جنای بزرگ مطره اثرگذار که بارد از ازبکاس و رهبر از و رهبر جنبش ملی و یا معاون اول ریاست جمهوری است این میخوایند که از یه بدنی حکومت دور بسازن نقدمند بسازن بدست ای را به اصلا مخالف بسازن در کوه های را به اصلا اینا را فراری یا 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 غیب بسیار اوزای وطن را جور کنن قوای مسلم ما را مشکلات اقتصادی مردمه خود از های حکومت ما با هم اختلافات درون درونی خود برطرف بکنند امور مملکت متحدان در شکل درست پیش ببرند خیر ببینید بیننده های عزیز برنامه ما در همینجا به پایان میرسه تا برنامه دیگر که در خدمت حاضر میشیم شما را به خدای رحیم و کریم میسپارم الا یار مددگار شما با مدیا افغانستان سربلند